نرنگ روی به ما و امثال ما به تقوان دیگه نمیگن نرنگ اون روی که تنبال مال جمع کردن و گول بزن و برده نرنگ به زکباز و کامت چکید که این فرصتها رو این طوری به دست میاره بالاترین بهره رو از میگیره میگن نرنگ این یه آدم باز رکابت این الله رو هیچ کل لذین یا بازاری نبیدنی رو بیدن که این محبوان دارم هست خدا دوست دارم کسی در راهش جهاد میکنم اگر کسی را خدا دوست داشته باشد محبتش را عشقش را عاطفه‌اش را در دلها پراکنده میکنم سر ظهر بود که سر و کله دوتا برادر با هم پیدا شد. خیر مادر دوتایی؟ خوش اومدین. این وقت روز هر دو با هم. بخور دیگه مادر، چرا بازی بازی میکنین؟ دوست داشتین که قیمه های منو. به به، مثل همیشه خوشمزه است مادر. میشتونه تو برای خیر ایشاله دوتایی با هم سلامتی من شکر برمونت بشم. بخور بازی بازی نکن. مشکر بجم، چرا تو فکر نمیدن؟ خیلی سعی میکردن وانمود کنن که همه چی طبیعیه و ما همینجوری بی خود و بی جهت اومدیم، ولی یه مادر با همون نگاه اول میفهمه یه چیزی هست. چی شده مادر؟ جانم شما میدونه همیشه از غربت و موقع نهار اول مصطفی زبون باز کرد و بی مقدمه زد به صحرای کربلا. شروع کرد از مصیبت‌های اهل بیت گفتن، اینکه ما نسل به نسل از مظلومیتشون گفتیم و همیشه میگیم ای کاش اون زمان بودیم تا اجازه نمیدادیم امام حسین رو با اون وضع شهید کنن. با اینکه به اینطور حرف زدن مصطفی به خاطر عقبه طلبگیش عادت داشتم، یه حس غریبی افتاد به جونم. مشخص بود دوتا برادر میخوان یه مطلب مهمی رو بگن و دارن واسه آماده کردن من سقرا و کبرا میچینن. زیاد طول نکشید تا زبون مشتبه باز شد. بزر من میگم آقا، من میخوام این سوریه حضرت بشم بودم چیکار کنیم بالاخره؟ سکوت کرده بودم و چیزی نمیگفتم. بچه ها مثل دوتا فقیر نگام میکردم، یکی مصطفی میگفت یکی مشتبه، منم فقط نگاهشون میکردم. سوال سختی بود، اونم از یه مادر. چیکار کنیم ما؟ دور سر بچرخ. خوب چیکار کنیم؟ دعا نکنه مادر. خوب چیکار کنیم؟ دشمناتون بمیرن. الهی دورت بگردم. چیکار کنیم فضل بشن؟ بگو دیگه. همون خیلی دیستشون داریم.
دلم و یک دله کردم و گفتم موافقم، اما به یه شرط. شما دوتا من از رو بردین، باشه من تسلیم. شکرت. اما شرط داره، یه شرط داره. گفتن هر شرطی باشه قبوله. گفتم منم با خودتون ببرم. کورسوی امیدشون دوباره خاموش شد. باز دوباره یکی مصطفی میگفت، یکی مشتبه. گفتن مامان ما برای رفتن خودمونم هزار و یک اما و اگر داریم، باید بریم سراغ بچه های افغانستانی فاطمیون که اونم مشکلات خودشو داره. پرسیدم آخه چرا ایرانی ها رو نمیبرن؟ گفتن میگن وقتی ما خودمون نیروی قدس داریم و رسماً از سمت سوریه دعوت به کار مستشاری شدیم، چرا باید نیروی داوطلب ببریم؟ یه عده میگن به خاطر سوء استفاده های رسانه دشمن صلاح نیست حضور ما توی سوریه علنی بشه و از اینجور حرفا. گفتن مامان مطمئنیم اگه شما دعا کنید ما میتونیم بریم. بگو نریم دیگه، چرا همچه شرطی میذاری؟ نمیشه عزیز من، نمیشه، فدات بشم. بهشون گفتم اول رضایت پدر، باباتون راضی نشه کارتون جور نمیشه. همسرم حاجلی به سلامت نفس بچه‌هاش خیلی مطمئن بود، خصوصا مصطفی. بارها شده بود وقتی دور هم جمع میشیم یا بیرون میریم نمازشو به او اقتدا میکرد. قرار بود دو تا برادر موضوع رفتن رو با پدر در میون بذارن، اما نه مصطفی و نه مشتبه تاب و طاقت حرف زدن با پدر رو نداشتم. آخرش هم افتاد گردن من. خسته نباشی حاجلی، دست درد نکنه، زحمت میکشی. امروز حاجلی حسابی سر کیف بود، خیلی حاشیه نرفتم و گفتم حاجلی راستش بچه ها بنا دارن اگه خدا قبول کنه و شما رضایت بدی برن سوریه. با تعجب گفت سوریه؟ یکم سکوت کرد و بعد پرسید خب نظر شما چیه؟ گفتم والا من نتونستم مخالفت کنم. آروم گفت یا امام غریب، هرچی خدای تو مقدر کنه منم به همون راضیم. همون شب همگی رفتیم حرم. دلاشوبمونو فقط خود حضرت میتونه سارم کنه. توی ایوون مغسول رو به گنبد نشستیم و با آقا زبون گرفتیم. مصطفی مجرد بود و رضایت من و حاجلی براش کفایت میکرد، اما مصطفی باید با زن و بچه‌شم کنار میومد. من نیستم خیلی فکر کنم یادتون نمیاد که منم هستم. گفتم که جای شما همیشه خالیه. بعید میدونم واقعا. بله، تازه تازه زندگیشون نیمچه سر و سامونی گرفته بود، به همین خاطر کار مصطفی سخت بود. از طرفی هم به عروسم حق میدادم، تصمیم آسونی نبود. تو نبود مصطفی باید دو تا دختر بچه رو ضبط و ربط میکرد. میخوام برم سوریه. شوخی میکنی دیگه؟ سوریه؟ آره. داری جدی میگی الان؟ من رو نگاه کن، داری جدی میگی؟ من نمیخوام بریم. مخالفت عروسم زیاد طول نکشید. وقتی جنازه یه تصادفی رو گوشه خیابون دید به رفتن مصطفی رضایت.
بنده عبدالقادر نظیری هستم، فرزند هرات. فرزند؟ هرات به دنیا اومده. هرات دنیا اومده؟ بله بله. پدر مادرتون در قید حیات هستم؟ بله در قید حیات هستم. شما دوست داره؟ محمد نظیر، فرزند حنیف از کابل. اون ایام شاید تنها راه رسیدن به سوریه رفتن تو قالب یه رزمنده افغانستانی بود. مصطفی و مشتبه هم همین راه رو امتحان کردن، بازی لباس و اوراق هویت افغانستانی. اما ظاهراً خیلی ناشیانه و رو بازی کرده بودن. بیشتر فارسی سنده این مشهد بودن که آمدیم. عزیزم متاسفانه باید بگم شما ایرانی هستید. تو زیاد عزیزت نبود. محفظ نخونش. بعدش مشتبه با من تماس گرفت و از فهوای کلامش فهمیدم نتیجه ای که باید حاصل نشده. حالا داریم با مصطفی کارش انجام میدیم. دعا کن درست بشه دیگه. مصطفی هم زیاد چی کارش کنه بختیاری مسئول ثبت نام وقتی اصرار مصطفی رو میبینه واسه تحقیق و احراز هویت میره خونش. رندی میکنه و میگه اگه حقیقت رو بگید نادیده میگیرم و مینویسم که افغانستانی هستید. مصطفی هم راستشو میگه که بله، ما به خاطر رفتن به سوریه دروغ گفتیم، ما ایرانی هستیم و برادریم. آقای بختیاری هم میزنه زیر حرفش و میگه ما به هیچ عنوان اجازه اعزام غیر افغانستانی نداره. هرچی خواهش میکنم فایده نداره، فقط خنده تحویل میده و میره. همین میشه که بچه ها مثل سایه میفتن دنبال آقای بختیاری، از اینا اصرار رو از ایشون انکار. حتی سراغ همسرش هم رفتن تا واسطه بشه. همسر ایشون هم از همه جا بیخبر قول مساعدت میدن. برادر لطف بکنید، با حاجه ها ما صحبت کرده بودیم برای بحث اعزام و به دلیلی که سلاختون سن مخالفت کردن، بس بالاخره شما همسرشون هستید، بالاخره اگرش صحبت بکنید موافقت شنو بگیریم. ممنون میشم از لطفتون. خانم بختیاری حتی سرزده سراغ منم اومد و آمار بچه ها رو گرفت. گفتم به رفتنشون راضیم. چه اشکالی داره؟ وقتی دیدن کار به خنسی میخوره رفتن سراغ شهدا. یه بار آقای بختیاری رو حوالی مزار یکی از شهدا میبینم. ایشون میپرسه بازم شما اینجام دست از سر من بر نمیداری؟ بچه ها میگن ما اومدیم پیش خود شهدا، با شما هم دیگه کاری نداریم. از مشهد براشون آبی گرم نشد، دیگه شناخته شده بودن و امکان دوز و کلک بازی نبود. تصمیم گرفته بودن این بار شانسشون رو از قم امتحان کنن. شکم کنید نه نگیره آجا بی در این کدومه؟ اینه دلمه بشه. چی شد؟ چیزی دیگه، هر کاری کردیم و در بسته خوردی. همه ما رو شناخته بودن، فهمیده بودن دوست داداشی با هم اصلا اعزام نمی‌کردن. نمی‌دونیم بعد چیکار کنیم. از شکستای قبلی درس گرفته بودن که روی لهجه و اطلاعاتشون بیشتر کار کنن. حتی از من و پدرشون هم میخواستن لهجه افغانستانی یاد بگیرن. افغانی از خود بین قوم اسمامی افغانی داشته بود، لهجه بود و لهجه افغانی بود.
هر کاری که برای اعزام از قم لازم بود و انجام دادم. مدارک، تمرین لهجه و برای هماهنگی آخر رفتن سراغ آقای قاسمی. تصور این بود که دیگه اما و اگری نیست. اما آقای قاسمی که فوت و فن اعزام قم رو به بچه ها یاد داده بود، برای یاد دادن فوت آخر یه شرط گذاشته بود: رضایت مادر. بچه ها رفتیم سراغ آقای قاسمی. پیش گفتم دیگه از من کسی نسبت به این بچه ها محقتر نیست. خواهش میکنم اگه راهی میشناسین این بچه ها رو بفرستین. همه تونو میسپرم به جدم فاطمه زهرا. حاج مهدی، مصطفی رابطه عمیقی با امام رضا داشت. همون شب که میره حرم تا امضای نهایی رو از آقا بگیره که بگه این بار دیگه گره کار وا بشه، درست همون شب با آقای قاسمی روبرو میشه و قرار قم منعقد میشه. دروازه خشک. پدر مادرم اونجاست؟ بله. بعد ازم به حضور آقا از کجاست؟ مزار شریف. از مزار شریف. کجای مزار شریف هستی؟ اونجا مصطفی تو سوال و جواب گیر میکنه و بازم روز از نو روزی است. شما ایرانی هستین یا افغانستانی؟ پدرم آدم داخل ایران به دنیا آمدن. من خواهم داخل مشهد به دنیا آمدن. افغانستانی نیستی؟ شما ایرانی هستی؟ بره خانه ایتان. شما اصلا افغانستانی هستی؟ نداری کنیتون که؟ پدرم آدم داخل ایران به دنیا آمدن. تنشان نمیده که؟ مخواهم. سلام مادر. از همونجا مصطفی با من تماس گرفت و گفت مامان اینجا هم تیرمون به سنگ خورد، لو رفته بودن که ایرانی هم. همونجا با آقای قاسمی هم تماس گرفته بودن و نتیجه رو گفته بودن. این بار آقای قاسمی گفته بود باید از تهران اقدام کنن و این دیگه آخرین شانس بود. اصلا نگران نباش، حواسم هست. شما باید از اینجا برین تهران. بعد که رفتین تهران باید لهجهتون درست کنین افغانستانی بشه. شما پسر خاله همین. اعزام تهران یه شنبه ها و پنج شنبه ها بود. آقای قاسمی پیشنهاد میکنه شنبه یه شنبه برن ثبت نام تا پنج شنبه اعزام بشن. توضیح میده که یکی یکی برن داخل اتاق. یه نفر که رفت بعدی یه ربع یا نیم ساعت دیرتر بره.
گفته بود لباس خیلی معمولی بپوشن. اگرم پرسیدن مدرک چی دارین بگین هیچ مدرکی نداریم، ایران به دنیا اومدیم، شغلمونم کفاشی، خانواده همونم مشهد هستن. اسم شما جمعه بود. کنار بچه ها بودن خیلی صفا داشت. تمام مدت با هم بودیم و لهجه افغانستانی تمرین میکردیم. اسم من شد سکینه نوری، همسر جمعه خان با اصالت هراتی، مادر جواد رضایی و خاله بشیر زمانی. مشتبه و مصطفی هم شدن پسر خاله. مصطفی شد بشیر زمانی و مشتبه هم جواد رضایی. دیگه باورم شده بود که شکل زندگیم عوض شده. حاج علی سر به سرم میذاش میگفت لهجه شماها مثل راه رفتن کلاغ و کبکه. یه روز صبح تو میوه فروشی بودم که گوشیم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. جواب دادم. آمار بچه ها رو میگرفت. همزمان با آقای قاسمی هم به عنوان معرف تماس گرفته بودن. به مشتبه شک کرده بودن و میخواستن بفرستنش مرز. از من درباره محل سکونت و جواد و بشیر میپرسیدن. آقای قاسمی هم گفته بود من این بچه ها رو از قدیم میشناسم، بسیجی هستن، حزب اللهی هستن، یه عالمه خدمت کردن تو بسیج، بچه های خوبی هستن. شما اگه میخواین کسی رو رد مرز کنید بریم خلافکارا رو رد مرز کنید. قبل از اعزامشون رفتیم بیرون شهر. مصطفی و مشتبه با بچه ها بازی میکردن، انگار میخواستن تلافی نبودنهای بعدی رو در بیارن. دلم نیمد چشم ازشون بردارم، حتی یه لحظه هم غنیمت بود. مواظب باش. خیلی زود روز رفتن رسید. نه که بگم این خیالم نبود، نه، بالاخره مادرم، ولی اینکه بچه ها به اون چه که دوست دارن رسیده بودن خوشحالم میکرد. آخر که خواست از اون
کماکان